امروز روز میبینیم که همه در مورد یه مسئله خیلی صحبت میکنن که اسمش از Global Warming، یعنی گرم شدن کل کره زمین. اما یه مسئله خیلی مهمتر از اون مطرحه که هیچ کس بهش زیاد توجه نداره و روش زیاد فکر نمیکنه، که اسم اون هست Global Dimming. یعنی چی؟ یعنی این که نور خورشید که به زمین داره میرسه هر روز که میگذره داره کمتر میشه. بدون وجود گیاهان و سبزیجات زندگی روی کره زمین غیر ممکنه. دقت کنید، سبزیجات نه تنها منشأ غذا هستن برای ما و یه سری حیوانات دیگه، بلکه با تنفس کردن اکسیژن هم تولید میکنن. حالا این گیاهان برای که بتونن رشد بکنن به نور خورشید نیاز دارن. حالا در 60 سالی که گذشته به خاطر این پولوشن و این کثافت کاری که ما کردیم در هوا و این پولوشن ایجاد کردیم در هوا، این پولوشن اومده دور کره زمین یه مقدار گرفته و این باعث شده که 15% نور خورشید که به زمین میرسه کاهش پیدا کنه. باعث میشه در مورد گرم شدن زمین کمتر زمین گرم بشه، چه 15% حرارت نورانی خورشید کمتر داره به زمین میرسه، ولی باید دقت داشته باشین از اون طرف یه سری بلایا و فجایع دیگه داره به بار میاره، مثل کمبود غذا، مثل کمبود آب. معلوم نیست که اصلا به این صورت به کجا خواهد رسید. که ما بیایم از آلودگی هوا جلوگیری بکنیم، کمتر سوخت استفاده بکنیم، کمتر از بنزین و نفت استفاده بکنیم. اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که وقتی پولوشن و آلودگی هوا کمتر باشه، نور خورشید بیشتر به زمین میرسه. وقتی نور خورشید بیشتر به زمین برسه، زمین یه مقدار گرم‌تر میشه. اتفاق میفته اینه که ما اومدیم و کمتر سوخت فسیل استفاده کردیم. اتفاقی که میفته اینه که نه تنها که ما از آلودگی هوا کم کردیم، بلکه از میزان CO2 هم کم کردیم. حالا حرارت خورشید درسته که زیادتر میشه و میخوره به زمین، ولی به خاطر کمبود CO2 نمیمونه توی زمین، زندانی نمیشه از این و میخوره توی زمین، از این و میره بیرون. اینه که یه تعادل یه جدایی برقرار میشه. گذاشتیم یه اجاق، شعلش کمتره، یه اجاق شعلش بیشتر. حالا فکر کنید اون دیگی که اجاقش شعلش کمتره روش در بزنید، اون دیگی که شعلش بیشتره روش در نذارید. اونی که در داره خیلی سریعتر داغ میشه تا اونی که بیدره و برعکس. یک کشور بزرگی که عبور و مرور هوایتش خیلی زیاد باشه، اگر سه روز، فقط سه روز هواپیمایی توی اونجا پرواز نکنه، نه تنها آسمونش آبی‌تر به نظر میرسه، بلکه درجه دما تو اون سه روز یک درجه بالا میره. مشکلات اینه که به خاطر اینکه نور کمتر میخوره به سطح زمین و به سطح آب و دریا، آب کمتر بخار میشه. وقتی آب کمتر بخار بشه یعنی بارون کمتر میاد. وقتی بارون کمتری بیاد یعنی خب خشکسالی اینا بیشتر میشه. قضیه نگاه کنیم، این دیوکسید کربن یک گاز خیلی سمیه. من نمیدونم اصلا برای چی باید این گاز رو تولید بکنیم. اینی که به نفع بشر که هر چیز زودتر مسئله سوخت فسیل کنار بذاره، بره به طرف انرژی خورشیدی و شاید گرفتن انرژی از آب، به خاطر اینکه اینجوری که ما داریم با سوخت فسیل جلو میریم به هیچ جایی نخواهیم رسید. اینایی که براتون گفتم یک سری از دلایل بود در مورد گلوبال دیمی، یعنی کم شدن نور خورشید بر روی سطح زمین. دقت داشته باشید یکی از بهترین منابع انرژی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم خود خورشیده. اگر ما به مسئله پولوشن و آلودگی هوا دقت نکنیم، به زودی
این تنها منبع انرژی که از همه منابع انرژی بهتر و تمیزتر یعنی خورشید رو هم از دست خواهیم داد.